درود و سلام خدمت شما دوستای عزیز، علاقمندان فراگیری زبان آلمانی در سطح B1. خب دوستای عزیز، سطح B1 البته سطحی است که از مسائل اکوزاتیو و داتیو و گینیتیو و نومیناتیو را که شما در سطح آسفای خاندین را دیگه باید در سطح B1 باید شما معلومات کافی داشته باشین. بناهن در اولین درس سطح B1 معمولا از کنکتورها و یا از کلماتی که دو جملات هاوپتزاتس و نیبنزاتس را با هم پیوست میدم شروع میشم. بناهن در این ویدیو هم خواستم که یکی از امی بخشا را برای شما تشریح بکنم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما باشین و اگر تا حالا کانال ما را سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید تا ما حمایت شما. تشکر، میریم به پیش. خب دو کلمه ای که دو جملات را با هم پیوند میدهم و یا البته از لحاظ بیان هدف یکسان هستند، یعنی obwohl معنیش اگرچه است و trotzdem معنیش با این وجود است. گیره بخیر بعد جملات با هم میخوانیم که یا چی تفاوت ها داره وقتی که میگیم بیان کردن یک هدف است ولی از لحاظ ساختار در جمله متفاوت است را هم با هم در این ویدیو تماشا میکنیم. خب مثلا شما در این مثال متوجه باشین. ایخ بی نوخ زی اکتیف، ما انوز هم فعال استم، اول ایخ 75 یار آلت بین. میگه اگر چی که ما 75 ساله هستم، اما انوز هم فعال استم، با انرژی استم. و این جمله را اگر ما شما در trotzdem بگوییم که این هدف را بیان میکنم. Ich bin 75 Jahre alt. ما 75 سال عمر دارم. Trotzdem bin ich noch sehr aktiv. با این وجود هم ما خیلی فعال هستم. ببینین هر دو جمله یک هدف را بیان میکنه. هدفش ایست که ما پیر شدیم، یعنی سنم بالا رفته. ولی با وجود از این هم که سنم بالا رفته چی است؟ ما فعال هستم. خیلی فعال هستم. بنابراین شما متوجه باشین که این دو کلمه بیان کردن یک هدف را بیان میکنه اما در ساختار جمله تفاوت میکنه. obwohl را شما در این جمله بالا متوجه باشیم که obwohl Nebensatz است. Nebensatz را شما باید بفهمید در آسفای خاطر باشین که Nebensatz چی است و Nebensatz را شما باید مطالعه کرده باشین قبل از قبل. در Nebensatz همیش فعل در ختم جمله میره و در Hauptsatz فعل همیشه در جایگاه دوم در جملات قرار میگیره. بنابراین در این دو جمله ببینید که در جمله اول چه رقم آمده؟ ایش بین نوخ زی اکتیف. اگرچه من 75 سال عمر دارم، نه؟ من خیلی فعال هستم اگرچه 75 سال عمر دارم. در اینجا دیگه ایش بین نوخ زی اکتیف را تغییر نداده ولی در جمله پایین این ایش بین 75 یار آلت تراتستم بین ایش نوخ زی اکتیف. در اینجا فکر شما متوجه باشین که obwohl و تراتستم جایگاهشان فرق میکنم. در اینجا obwohl با 75 سالگی آمده ولی اینجا 75 سالگی دیگه obwohl نامده. در اینجا باز با این تراتستم با این جمله اول بالا آمده. این اگه شما متوجه باشین از لازم معنایش اگه متوجه باشین من مطمئن است به شما ازارها دارم جمله میتونین بسازین و مثال های گوناگون میتونین بسازین. قسمی که در اینجا گفتیم براتون این دو کلمه در اصل بیان کننده یک هدف است اما فرق اینها در ساختار جمله است که برای شما تشریح کردم. معمولا obwohl چی است؟ Nebensatz است و trotzdem Hauptsatz است. وقتی که Hauptsatz میگیم دیگه فعل جایگاه دوم باید قرار بگیره و obwohl Nebensatz که میگیم فعل در ختم جمله بره. بنابراین میریم یک چند جمله دیگه هم کار میکنیم. بعدش دیگه باز خود شما میفهمین که با این دو کلمه چه رقم جملات جور بکنین. باز میتونید در کامنت برام بنویسین. ما باز میتونم کوری گیرین تا بسازم. میریم پیش با سلاید بعدی که چی است. و بایشپیل مت obwohl و trotzdem. مثال ها با obwohl و trotzdem. خب در اینجا متوجه باشین که یک جمله را ما به دو طریق ایجاد نوشته کردیم. این قانون نیبنزاتسی است. خب میخوانیم ایک هوایت ام گاتن ما در باغچه کار میکنم obwohl ich keine Zeit habe. با وجود اینکه ما وقت ندارم. ما شما در قانون نیبنزاتس خواندیم که نیبنزاتس نمیتونیم ما در شروع جمله هم استفاده بکنیم. در اینجا به می رقم
der Schule Jumla istifade kardan. Obwohl ich keine Zeit habe, arbeite ich im Garten. Khob mani she shomo fo midin va ke megad be in be monos ko waqt nadara bo ujrezi ko waqt nadara chi ast dar garden dar boghcha kar mikonam va faoliyat daram. Ma shomo goftim ki in jumla ro mitonim bo trotzdem ham bogoyim, ham boyad taghyir bokone dige baz joygahi obwohl va trotzdem boyad taghyir bokone. Masalan in jumla agar ma shomo ba trotzdem bogoyim, chi raqam megim? Ba in shakl megim. Deja migi ki ich habe keine Zeit, ma waqt nadaram, trotzdem با وجود ازی که ما وقت ندارم عبایت ایخ ایم گردن در اینجا چی رقم شده بود؟ اینجا نشته کده بود که من در باغچه کار میکنم اگر چی وقت ندارم در اینجا چی است؟ من وقت ندارم با وجود این که انتخاب شدم با وجود این که یعنی با وجود این که وقت ندارم عبایت ایخ ایم گردن دوستان متوجه باشین که ارگاه تخاطستم را شما استفاده میکنین بعدش باید فعل برم Trotzdem arbeite ich. Bazo merkt, trotzdem ich arbeite, trotzdem ich gehe, trotzdem ich mache, trotzdem ich fahre. Ich falsches davon. Jak masala. Masala domige, trotzdem ich go dar avale jumle istifade namisham. Aval boyad shoma yak jumle pesh ro dashte bashin ke bad az trotzdem ro istifade bokunin. Ba vujud in ke. Va جمله که با تاتستم استفاده شده اس رگنت هویت اشتاق امروز خیلی با شدت میبارد تاتستم گیه شپاسیرن با این وجود با این وجود یعنی که زمین از که باران میباره تاتستم گیه شپاسیرن با این وجود هم من میرم شپاسیرن بیرون میرم شپاسیرن میکنم و همچنان به این شکل هم میتونیم این جمله را بگویم که اس رگنت هویت اشتاق Ich gehe trotzdem spazieren, weil ich erkläre mir nicht trotzdem oder beinahe zu verabreden. Weil ich muss Jumle Hauptsatz bei Murat schauen, dass Subjekt, Badisch, Verb, Joygoi Duvum, Jofil, Joygoi Duvum, Karol begiren. Der Ribolo der Avalomana der Hauptsatz, weil ich Joygoi Duvum, Fil. Bei der Hauptsatz, Fil, Joygoi Duvum, Karol begiren. بنان به این شکل این جمله هست این اگر بخوایم که جمله را در اول تغییر بدهیم چگونه میتونیم به اول تغییر بدیم شما خودتون حد زده میتونیم خب حد زدین میریم میبینیم اول از هویت اشتاک رگنت فقط اول را با این جمله میارین استفاده میکنین ولی خودتون پیش خود معنی بکنین اگر چی امروز خیلی باران شدید است گیه شپاسیرن میرم شپاسیرن میکنم ما شما گفتیم که نوید زدس را میتونیم در شروع جمله و در بعد از هاوت زدس میتونیم استفاده بکنیم. اینجا برای شما دو جمله آوردیم. در جمله اولش اول در اول جمله است و در جمله دومش در حالت عادی خود است. خب این را به این شکل هم میتونیم ایش که هش پتسیرین من شپتسیرین میکنم یا میرم بیرون اول ایش اول از هویت اشتاک رگنید. اگر چی باران بارندگی خیلی شدت است امروز. انشالله که دوستان متوجه شده باشین این جملات را و بخش بعدی که کار میکنیم این دیگه شما باید با ما یک جا با ما یک جا کار بکنیم که چگونه کار میشه با ما دستین اگر در یک سلاید پر سوال داشتین میتونیم باز برای ما کومنتین بکنین برای ما پیام بگذارین در کومنت بگذارین ما برای شما حتما جواب میتونیم بریم به سلاید بعدی خب شخیبین زید زدس می تاتستم این دیگه وظیفه شما هست که شما این جملات را با تاتستم و با اول هم میتونین این جملات را بسازین جمله اول گیکوم زین ایخ زو دم تمین پونکلیخ خب این جملات است که نامراتب است شما ایره چی میکنین مرتب میسازین مثلا جایگاهش را باید شما هم درست بسازین و فعل را هم مطابق سابجکت شما باید گردان بکنین و در این جمله ببینین که اول استفاده میشه یا تاتستم استفاده میشه اید شما باید متوجه باشین خب میخوانیم گی کامن زین ایش زو دم تمین پونکتلیخ خیلی شما میفهمین که گی کامن زین آمدن ایش من زو دم تمین پونکتلیخ یعنی در تمین در قرار ملاقات سر وقت و این معنی است که من در سر وقت پونکتلیخ در سر وقت چی شدم؟ در تیمین خود رسیدم یا آمدم جمله از این قرار است در چوک حت فشپیتونگ
قطار تأخیر داشت گذشته از خواه پرتریتوم حت فشپیتوم این حال وقتی که به این شکل بیای شما چی استفاده میکنین؟ در زوگ حت فشپیتوم قطار تأخیر داشت این حال این دیگه کار مثبت است نه؟ یعنی اگر چی با وجود این که یعنی با وجود این که قطار تأخیر داشت ما پونکتلیخ به سر قرار ملاقات خود آمدم سیست؟ به این شکل میره نوشته کردم تاستم بینیخ گفتم زین را نه با سابیک باید گردان بکنه تاستم بینیخ تو دم تیمین پونکتلیخ که کم در زوگ حت فشپیتون قطار تأخیر داشت با وجود این که تأخیر داشت ما به سر وقت رسیدم به تیمین خود جمله دوم haben فاصله starke Zahnschmerzen فاصله دو بنابراین سابجکت ما شما دو است یعنی تو ضمیر تو است مخاطب ولی فعل haben را دیگه شما باید با دو گردان بکنید یعنی دو haben میشه دو هست میشه چی میشه میفهمید که دو هست میشه خب بیایید ببینید که چی میخواد از ما شما دو گیست in the arbeit تو با طرف کار میری اینجا دیگه متوجه باشین تاتست میه یا اول میه خب دو شتاک شمیتسن هابن خود دو هست شتاک شمیتسن این حالا اگر شما معنی بکنن که دو گیستن در آوی تو به طرف کار میریم با وجود این که درد شدید دندان داشت درد دندان خیلی درد شدید داشت صحیح؟ اینجا دیگه اول میه دو گیستن در آوی اول دو شتاک چند شمیتسن هست اگرچه خب میگه تو به طرف کار رفتی اگرچه خیلی درد شدید هم داشتی یعنی با وجود اینکه درد شدید هم داشتی به این شکل شما جملات رو متوجه باشین که در کدام صورت اول میشه و در کدام صورت تراتست میشه یک جمله دیگه هم کار میکنیم هاب نو وینی گیلت فاصله زین زی که هست دیگه باز زمیر و دختر است خب بنابراین در اینجا هم فاصله داده اول فارن زی این قوسس großes Auto. Fahren Sie, خب در جای دیگه زی او دختر نیست خواه زی آنها است چرا به خاطر از اینکه در اینجا فعل را به فارن با انفینیتیو استفاده کرده که مربوط میشه به یک گروهی از مخاطب که جمع باشه بنابراین در اینجا ای زی چی است زی آنها هست که جمع است در اینجا هدفش چیز فرضی این کورسز اوتو میگه اونها با یک ماشین بزرگ رانندگی میکنن و میرن در اینجا چی مانا میده زی هاب نو وینی گلد اونها پول کم دارن اینا اگر بگویم که با وجود اینکه اونها پول کم دارن با موتر بزرگ میرن چه رقم میشم با اول میشم اول زی نو وینی گلد حد خب میده حد نشتا کردین دوستایی شما هابن بگیرن خب یعنی شما هابن بگیرین obwohl sie nur wenig geld haben با وجود این که اونها پول کم داشتن فارن زی این گروسس اوتو با یک ماشینی بزرگ رانندگی میکنن و میرند جمله بعدی نوخیمه زیر گود فاصله زین فاصله ار خب نوخیمه زیر گود مثل همیش هنوز هم مثل همیش خیلی خوب او بچه بودن این دیگه شما خودتون باید باز گردان بکنین زنگ با ار ار است میشه دیگه نه ایست نو خیم از زیر گود خب میام جمله پایین رو میخوانه که چی هست دیا فن زیر ایست شون زیر آلت تلویزیون خیلی قدیمی است یا خیلی کهنه هست یعنی چی میاد دوستو با وجود این که نه با وجود این که اگر بگویم یعنی با وجود این که تلویزیون خیلی خیلی کهنه هست دقیقا تاتستم میم یکش هم مونده تاتستم است ایر نوخ ایما زیر بود یک ایر آرش مان دوستو خواه ایرش مانده شما میتونید مایی در تقریبا ساعت 12 به شب است مایی تازه جور کردم براتون خواستم که براتون بگذارم خیلی بخشته ویدیو نگذاشته بودم از او خاطر اشتباهات تایپی دارم بخیر فرتیپ شدم یک ار داره خب خب در فنزر ایست شون زیر آلت تاتستم است ایر نوخ ایما زیر بود خب میگه تلویزیون خیلی کهنه شده قدیمی شده با این وجود
هم او خیلی خوب است، خیلی گود است، خیلی خوب است. خب این بود درس امروز. یک کلیپ خواندیم، انشاءالله بخیر درس ها و کلیپ های جدید را بخیر. شما شاید خود بودین، چون ما ماه قبلی که ماه گذشت امتحان دانشگاه داشت نتونستیم که برای شما هر روز بگذارم، داشت من بعد بخیر هر روز اگر نتونستیم یک روز در میان حتما ویدیوهای جالب و ویدیوهای مفید را برای شما میگذارم. دیگر هرسلیخین دنگ، سپاسمند محبت و اماده شما خواهیم بود. اگر قسم یک ویدیو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید و ویدیو را تا ختم ببینید. دوستا براتون شب خوب و خوش، روز خوب و خوش، اوقات خوب براتون تمنا میکنم. خداوند یار و مددگار همه تان.